In 1980, Iraq's then ruler Saddam Hussein declared all-out war against Iran. Khuzestan, Ilam, Kermanshah, Kurdistan, and West Azerbaijan. Five of the Islamic Republic's western provinces came under direct attack. It was a devastating war that would last 8 years. The former Ba'ath regime military officials said Iraqi forces planted up to 20 million landmines of all kinds on Iranian soil. The primary unexploded munitions contamination in Iran's five border provinces spanned 42,000 kilometers, making it the world's second most contaminated country after Egypt. Since the war, 41,000 kilometers of those areas have been cleared of mines. But the remaining 1,000 kilometers is proving more difficult to clean than all the others. 500 kilometers have been inundated by rainwaters over the years, the sweeping waters moving the mines on their path from their original places, making it very difficult for the clearance teams to spot them. سمت شرق جاده میشه ایران، سمت غرب جاده میشه عراق میشه. من اینو میتونم به جرأت بگم بعد از نقطه خرمشهر، فکی و چذابه آلوده ترین منطقه ما هستش، لحاظ موانع، میدون مین و درگیری عملیاتی. یکی از نمونه هاش این میدون مینه که تو غرب جاده به کار برده، بعد جاده یه کانال زده که توش سیم خاردار فرشی، توپی و مین گوجهی به کار برده، دو ردیف مین پومز به کار برده، با یه فاصله دو ردیف مین والمرا کاشته، بعد دو ردیف مین ضد خودروی تی سی دو چهار کار گذاشته، بعد باز یه کانال ایجاد کرده که باز اون داخل کانال سیم خاردار حلقوی و مین گوجهی به کار برده، بعد از کانال یه ردیف مین منور کاشته، بعد از مین منور دو ردیف مین ضد خودرو وی اس 22 با محافظ خوشه‌ای والمرا، که این نوع آرایش رو شما کمتر جایی میبینی با این تراکم. این حجم میدون خیلی بالاست، از استاندارد هم بالاتره، برای اینکه بتونه جلوی حرکت ما رو کند کنه. ارتش عراق اومده از این سیستم استفاده کرده، چون هیچ جوری نمیتونه جلوی بچه ها رو بگیره. از این جاده تا میدونه عراقی 500 متر نمیشه. من الان میتونم ببرم تو صفر نقطه مرزی تو زمین عراق، همین نمونه میدون رو اونجا الان هستش. ما پاک کردیم ولی اونا دست نزدن، باز همون میدون باعث آلودگی زمین های ما میشه. ایبر ایران، ایبرم عراق، میدومین عراقی تو خاک عراق. این سیم خاردار قبل از میدونه که اینجا اومده حالت فرشی استفاده کرده، بعد ردیف اولش که میبینید افتاده آثار پیکش هست، مین منوره، بعد دو ردیف مین
ضد خودرو VS-22 با محافظ والمرا، بعدش هم فوگاز، بعدش هم باز سیم خاردار. دیگه بعدش که خدا میدونه دیگه ادامه چی رفته، تا چند کیلومتر این میدون ادامه داشته بود. کشور عراق بیش از 30 مین تو این جنگ به کار برده و اینا، که اکثرنش هم ساخت کشور روسیه و ایتالیا میشه. باید یه فکری کرد که کشور عراق هم تو این زمینه فعال بشه و این مینا رو جمع کنه. بودنش هم هیچ خاصیتی نداره. این منطقه بیشترش رملیه، میدونایی که احداث میکردن بعد یه مدت میرفت زیر رمل، ابین میرفت، نیروها راحت میتونستن نفوذ کنن، باز دوباره ایجاد میکردن. توی تپه رملی میکنیم تا عمق 6 متر هم میریم مین پیدا میکنیم. ما جمع کردیم یه بار، باز میریم بعد یه مدت که میریم باز سرکشی میکنیم، میریم با جابجایی رمل، باز یه میدون مین دیگه پدیدار شده و فلان. یا هر موقع ما میره که به دست بیاریم، این سالمه سالمه، اینجا نیست که بگیم عمل نمی کنه، 30 سال 35 سال ازش گذشته هیچ چیزی نده. اینجا نه، اینجا میناش همش زنده است، چون هوا جریان داره داخل رم. لحظه که هر مین برداری و هر نوع مینی که برخورد کرد، این احتمال میده که این مین باید منفجر بشه. کشته شدن خودش جلو چشش میبینه. مین PMN میگن، مینهای ضد نفر زخمی کننده، 29 گرم مواد منفجره داره. این 4 برابرش مواد منفجره داره. در روز حادثه در همین قسمتی که الان مشاهده میکنید، یکی از مینها که حالا جاش یه مقداری جا به جا بود، از لحاظ ما گم شده بود. یک مقداری آدم دلهوره داره، هم برای خودش هم برای همکارانش که در میدان دارن کار میکنن. به آرامی، و این مینم باید به آرامی از جاش برداشته بشه، چون مینی که بعد از حدوداً 37-38 سال زیر خاکه، خب قانوناً حساس میشه. با دست راست شروع کردم به خالی کردن ماسه اطرافش که مینو بردارم. زمانی که مینو برداشتم که به جاش به معنی که تکون خورد، در لحظه انفجار تا نمیدونم الا 4 دقیقه یا 5 دقیقه من بیهوش بودم و متوجه هم نبودم که چی هست دور و بر من یا نیست. دکترم در لحظه اول چون دست منو متلاشی دیده بودن و دیدن که هیچ عضوی سالم نیست، نیتشون برای این بود که دستم از مچ قطع بشه. تقریبا حدود 1 سال طول کشید تا دستم به این صورت در اومد که تقریبا 70-80% دستم کارشو انجام میده. سلیمی، بله حاجی،
چه خبر؟ اونجا چیزی پیدا کردی؟ یه دونه گروله 100 میلیمتری اینجاست. همین پشت این خاکریزه. باشه، یه علامت گذاری کنم بچه ها بیان بیان بردارن. اینا هم زمین های کشاورزی مردمن، نه بیابون. قشنگ زمین ها کاشته شدن، محل زندگی مردمه، محل بازی کردن بچه هاست. برای همین ما گروه رو میاریم اینجا پاکسازی میکنن که امنیت مردم تأمین بشه. چیزی که میبینن تماس میگیرن، یا اگه ناگهانی مجبور بشن جا به جا کنن، مثلا جایی هست که زمین کاشته شده جلوی دستگاه گاواهن و مثلا اینا افتاده دستگاه، مجبور شدن جا به جا کنن، وگرنه حالت عادی دیگه مردم جا به جا نمی کنن. ولی واقعیت اینه که خیلی نزدیکه. زمینای کشاورزی رو میبینید که کش شدن، فاصله زیادی با منطقه آلوده ندارن. الان بچه ها رو فرستادیم دارن مابقی سنگره رو میگردن. ایشون شغلش اینه زایات و فلزی رو جمع آره. چون میگرده تو منطقه، اگه زایاتی چیزی ببینه از بقایای جنگ جمع میکنه. وقتی اینطور چیزایی رو میبینه، گلوله‌های منفجر نشده یا مین، تلفن میزنه گروه رو میاره. نیو اكو کوپار میدانه من ماتله. آج سدی بیش هدن؟ ای سدی بیش هدن. ای کمپاره سدی بیش مثلا دیده. ای چیه؟ جک بوده، آر پی جی داشتی. آر پی جی بوده. آر پی جی های پلاستیک گرفته. جمع کردی. کار نشده. بودن بچه ها اومدن. آره اومدن. آقا شبیر هدن این بس بلگا الکبار. راکد هم دیده. خیلی دیده. بعد مثلا هماهنگی کرده. اومدن بچه ها بردن یا منهدم کردن. مهماتی رو که دوستان نشون دادن، تعداد 10 تیر گلوله 57 میلیمتری ضد هوایی است که حالا اون تعدادش که دارای ماسوره هست خیلی حساسن و تو انتقالش هم باید خیلی دقت کرد. ایشون میگه من اینا رو میشناسم، دست نمیزنم. مثلا خانم محتمدی کلاس میذاره تو روستاها، خب یاد گرفته که مثلا به این چیزا دیگه دست نزنیم، منفجر نشده یا عمل نکرده نباید دست بزنه. یه سوال میپرسم بچه ها، کسی تا حالا مین یا گلوله عمل نکرده در سطح روستا یا خارج از روستا زمینای کشاورزی دیده؟ دست بلند کن اگه. از سال 90 به طور رسمی شروع کردم توی کلاس‌های آموزشی آموزش اطلاع رسانی از انفجار مین و مهمات عمل نکرده. بیشترین نمونه‌هایی که اینجا پیدا میشه تو منطقه ما این نمونه است که اصطلاحاً میگن مین بشقاب پرنده‌ای یا مین گوجه‌ای. گروه سنی یا همون اصطلاحاً گروه هدفی رو که ما انتخاب می‌کنیم از 6 سال به بالا که مطالبی رو ما بهشون انتقال میدیم قابل فهم باشه تا اصطلاحاً 70 ساله. بعد اینا رو ما طیف بندی می‌کنیم که مثلا خانم یا آقا، بچه ها رو جدا دسته بندی میکنیم، آموزش مختص به خود اون کودکان. بچه ها این نمونه مین هایی که اینجان، کدومشون رو دیدین تا الان به چش؟ خب وقتی دیدی دست زدی؟ نه. پس چه کار کردی؟ دورش. دور ایستادی؟ آفرین. دوستتون اون کاری که باید انجام میداد انجام داده، میگه دست نزدم، دور ایستادم. چون ما چه بخوایم که نخوایم که قبول کنیم منطقه‌ای هستیم که منطقه خطره. نمیتونیم خطر رو بالکل از بین ببریم با توجه به شرایطی که منطقه داره. پس مجبوریم خودمون ایمنی کنیم با داشتن اطلاعات کافی. چون به نظر من هر کدوم از اینایی که ما میریم آموزش میدیم، هر کدوم به تک تک یه سفیرن. یه ذره از اطلاعات ما رو کسب کنه، نه کامل، بره به نفری دیگه انتقال بده، قطعاً درصد خطر میاد پایین. نگاه کنیم بچه ها، منظور از این تصویر اینه ما هر جایی حق بازی کردن نداریم، چون همه منطقه رو دید نداریم. نگاه کنید به تصویر، پشت گیاها مین جاسازی شده. این دوتا بچه نمیدونن رفتن بازی کنن، نزدیکه که پای این پسر به مین بخوره، درسته؟ پس ما میفهمیم که هر منطقه‌ای که برای ما ناشناست جای مشکوکه وارد نشیم. من جلوی خطر رو برای یک بچه بگیرم قطعاً افتخار میکنم و احساس رضایت دارم.
مهماتی که اینجا کش شده موشک‌های RPG است که اون عده‌ای که دنبال ضایعات هستن به دلیل وجود قطعه مسی که داخل این قسمت جلوی این موشک RPG هست برای که این قسمت مسی رو از داخل این RPG خارج کنن متاسفانه با ضربه زدن که الان اینجا هم آثارش دقیقا مشخصه RPG رو ضربه زدن موادش خارج شده و اون تیکه مسی رو از محل خارج میکنن که متاسفانه خیلی پیش اومده تو این شرایط باعث انفجار شده و تلفات زیادی رو گرفته جایی که ضربه زدن دقیقا روی این مشخصه و به دلیل اینکه نتونستن این قسمت رو جدا بکنن و اون به قسمت مس و موادی که داخل این هست دسترسی پیدا کنن اینو کنار گذاشتن ولی ما بقی رو اون قسمت مس و موادش رو خارج کردن گلوله گلوله 106 این نزدیک روستاست نزدیک منطقه کشاورزیه حدوداً 20 سال ما اینجا زندگی کردیم تو این منطقه اولین سالی که آمدیم اینجا این تمام زمینه ها آلوده پر آلوده از انواع عمیم ها اینجا پره سنگر و منگر و خاکریز و اینا همه زمان جنگه بعد از که موقعی که پاکسازی ها آمدن دو سال تقریبا کار کردن تو این منطقه تا تصفیهش کردن آخرش هم هنوز داره چون منطقه خودمون ماسه است هر سال به سال پیدا میشه یعنی آب و رودخونه ها اینا سیل میزنه اینا پیدا میشه حتی احشام خودمون خیلی از دست خودمون تلفیه شده تو اینا کوه ها داری؟ آره خیلی داری زمینشون ماسه‌ایه ماسه‌ایه الان من مثلا میخوای حساب میکنیم 3-4 متر مثلا 2 متر رفت لای زیر زمین باران شدید رودخانه و اینا سیل میاد اینا در میاد بعضی هاشون اکثرشون زیر درخت ها لای درخت ها میرن الان این منطقه خودمون که ما داره الان زندگی کردیم باشون هنوز هم خطر هم هنوز سال به سال پیدا میشه پام قطع شده پام رفته رو همون میمه مخفیانه زیر لایه خاک بود از این ما شیشه دیگه چیزش نمونده فقط این از اینجا پنجای قد شده این رفت ما حالا دیگه خود تمانه کار دیگه نداریم فقط کشاورزیه از 1150 کیلومتر مرز مشترک با عراق 430 کیلومترش استان ایلام به اصطلاح خط پیوسته پدافندی بوده و تماماً پیوسته میدون مین بوده عمق کمتر از 300 متر نداشتیم تو میدونهای عراقی این منطقه قلاویزانه این داخل رفته ای قلاویزانه تو این یه تیکه ای که با شناسایی کردیم تو این 300 هکتار خیلی مهمه 300 هکتارش همش میدون مین نبوده شاید 100 هکتارش میدون مین بوده 60,000 تا برآورد مینمونه رنگ مایل به قرمزایی که میبینین اینا همه میدون مینه اینا هر کدوم مثلا 1 متر یا 2 متر اندازه مختلفه اینا یه مین نیست 4 تا مینه به شکل آرایش‌های مختلف مین‌های مرکزی اینو ما دونه دونه بالا سرشون رفتیم ثبت کردیم یه شبکه تار عنکبوتی این کانال‌های نفررو هست که همه به هم متصله و هر چند متر یه سنگر داره که روی میدون مینا تسلط داره مثلا این شبکه اینجا مثلا می‌بینی اینا همه کانال سنگره تو این پایین رفته تمام این کانال سنگره همه به هم اتصال داره سنگرها و کانال‌هایی که کار شده
که قبلا شناسایی شده بود. اگر پشت هم بذاریم به متر طول بخوایم حساب کنیم 170 کیلومتر شده. یعنی عراق هر جا رفته دور خودش رو کامل میدون میگذاشته، فقط از چند تا راهی مشخص بوده که رفت آمد میکرد. این کانال حدود 13 کیلومتر تو قسمت قلاویزان مهران، 3 متر عرضشه، 2 متر عمقشه. الان اومده خاک ریخته، به مرور شسته شده و این مثلا 2 متر 2 متر خورده ارتفاع شده مثلا 1 متر شده. بعضی جاها 2 مترش خاک گرفته تو آب رفتا. اینو ما الان داریم روش کار میکنیم، یعنی کانال های دسترسی نفرمون تموم شده، اومدیم رو این کانال ها داریم کار میکنیم. داخلش میدون مین کار شده و سیم خاردار و سایر موانع. جلوی این کانال اینجایی که من وایستادم به طول به موازات کانال میدون ضد تانک بوده، دو تا نوار میدون دو تا نوار ضد تانک بوده با محافظ، یه جاهایی ضد خودرو شده بوده. به موازات این کانال هم چندین میدون به مقابل تا مرز که حدود 500 متر ما تا مرز الان فاصله داریم و پشت سر من تا بازم مرز حدود 3.5 کیلومتر فاصله داریم. کل این 3-4 کیلومتر میدون بوده. حالا تو نگاه اول شاید بگیم اصلا چرا این کارو داریم میکنین شما؟ اصلا برای چی این کارو داریم میکنین؟ 1 متر خاک روشه، 2 متر خاک روشه دارین در میارین اینا رو. این کانال های سراسری الان مسیرهای هدایت آب هم شده، تو بارندگی های سیلاسا داره اینجا. اینها هر جایی که بارندگی میشه میاد تو اینها، اینها هی زمین ها رو خوردن، هی انشاب پیدا کردن، هی کانال چوبه هایی درست کردن. این مین ها و آلودگی که تو اینها هست داره رسوب میکنه به سایر زمین ها. سیزده کیلومتر این کانال فقط اینجاست. ما مناطق داریم 4 ردیف کانال، خود کانال ها هم میدون کار کرده داخلش. مرحله بعدش بولدوزر میاد اینجا، مینکوب های ما میان اینجا شروع میکنن. این خاکی که در اومده که وقت چیزی جا نمونده باشه داخل این خاک، باز شروع میکنن اینها رو مینکوبی کردن. همه کاری داره انجام میشه، 100% باز ما نمیتونیم بگیم این آلودگی برطرف میشه. این مناطق مناطق آلوده است. زمان جنگ این مناطق هم سرباز توش بوده، هم میادین مین نزدیکی هست، نزدیک مرز هم هستن. اینا عشایرن، اینا زمین های خودشون بودن. خب معمولا برای چرا داماشون چون زندگیشون کوچرو این بر اون بر میرن میان این مناطق. دور روستاها جامعه ادب عمومیه، یعنی ما همه عموم مردم روستا رو آموزش میدیم. این مناطق چون خطرناک آلوده هم هست، این آموزش آگاه‌سازی ها صورت میگیره که هم مناطق خطرناک رو شناسایی کنن خودشون، هم اگه دیدن خودشون از خطر دور کنن، هم خودشون و هم داماشون. این آگاه‌سازی ها باید هر ساله صورت بگیره، فقط به محض یادآوری. هر کجا ده مینیل برخوردن و سمتی ها نچن، دستکاری ها نکن و هیچ عنوانیش هم مواظب بچه لتان بوین. اگر شی مشکوکی، خطرناکی ده دور اطراف دین ها اردن مار، حواستان بوین نام مار نیارنان حتمنیش و مرکز میمزدادایی یا و پولیس 110 اطلاع بین که خدا نخواست دوشار حادثه نوان. همه گوگه ایه اول بار خب هست کم بزوره ولی مناطق خمان بیشتر
با خدا وای زاهم یانه یانه کرد که چه سامیل مینو؟ اول ارجانیو. تازه؟ آره یه بیا. ده بیشو. من تاکی کام لاده نزدیک چادریله خواتون یا دور ترا؟ دور ترا. دور ترا. لارو یه 500-600 متر. ایه را تواموری را نیدیگه 500-600 متر. دیگه 500 خود بیمه یا توی روستای کودک دینالان که تو حال آموزش بودیم یکی از بچه ها اومد و گفت که ما تو حیات خونمون یکی از اینا رو داریم. وقتی که ما رفتیم مشاهده کردیم با دوستان دیدیم که یه گلوله کاتوشیا تو حیات خونه شونه و سوال کردیم گفتن یکی از بچه هامون این آورده. تو زمستون بارندگی ها اینجا اینقدر شدید میشه بعضی اوقات یه تریلی با بارش رو هم آب میبره. قطعا میدون مینایی که دشمن اینجا برای ما تعریف کرده خیلی هاش تو این وضعیت قرار گرفته و جا به جایی ها هم صورت گرفته. در اصل دشمن اون زید مهندسی که برای یه میدون مین میبینه به این شکله که یه نقطه از این میدون حتما نفر من باید بره رو مین. مثل یه بازی شطرنج باید حرکات دشمن رو تو میدون مین بتونی بخونی. تنگه که می‌بینید الان ورودیه که شما بخواید برید تو عراق 6 ردیف فعلا چیزی که ما دیدیم 3 ردیفش رو کار کردیم 3 ردیف هم جلوتره مین والمراس قطع به یقین زیر سنگرا مین ضد نفرم نزدیک خودش کار می‌ذاره. الان توی این علف ها شما پیکای بعدی رو نمی‌بینی، مثلا دو تاشو می‌بینی بعدی توی این علف ها دیگه گمه ردیفای بعدی، باز دوباره اونجا دو تا پیکه رو می‌بینی ولی مینش همش سر جاش هست. این پرچم قرمزه، اون پرچم قرمزه، اون قرمزه. مثلا مینایی که دیگه پیدا نشده قرمز زدن ولی هنوز این مین میتونه توی این مسیر باشه، باز اون بره رودخونه ادامه. خب ولی تو رودخونه رو نمیتونی بگی مین نیست، مین سنگین میاره میذاره. عمق مین رو هم نزدیک 60 سان تا 70 سان زیره. این مینیه که ببینی تو زاویه قرار گرفته. الان این مین تقریبا اگه از سط بخوای حساب کنی و این رو نیم متر حساب کنی این سیخک رو هنوز 20-30 سانت فاصله داره تازه به کله مین برسه. این کف درست مسیل اصلی آب رفته آب مین روتره، چون مسیل اصلی خاک و آب میبره دیگه. ببینید الان این مینه که تقریبا تو این عمق نیم متر حدودا پایینه. تو استان کردستان به خاطر اقلیم جغرافیاییش، بافت جغرافیایی منطقه کوهستانای زیادی داره، ارتفاعات صعب العبورن، مجبوریم که جاده سازی بکنیم. اگه جاده داشته باشه که مجبوریم مرمتش بکنیم چون جاده از بین رفته. بچه ها حدودا 3 هفته اینجا کار کردن. یه جای به خصوص یک شرط ویژه‌ای داره، کار ویژه‌ای روش انجام شده. منطقه الان یه شیب نسبتا تندی داره. بچه‌ها برای اینکه این مینا رو پیدا بکنن اومدن یه لایه برداری کردن. این لایه برداری خاکه، حدودا 20 سانت 30 سانت
به صورت عرض 1.5 متر تا 2 متر لایه برداری کردن، رسیدن به سطح گذشته که مین روش قرار گرفته. ما الان دقیقا تو ردیف مین داریم حرکت میکنیم، مینی که جمع‌آوری شده، البته جای کشف مینه. این قسمت که میبینید داخل خود ریشه های درخته، این قسمت ها کلن جای کشفیات بوده. این قسمت این هم یکی از جایی که مین کشف شده، دقیقا زیر ریشه های درخت، زیر درخته که ریشه‌هاش هم مشخصه. تو عمق فکر میکنم 30 سانت باشه. باز همینجور دوباره اینجا توی این منطقه، این به خاطر شیب تند این منطقه که خاکا شسته شده اومده روی مین پوشونده، این مین تو عمق قرار گرفته. یکی دیگه هم همین قسمته، باز دوباره همینجور مجددن همینجور بریم جلو. جای کشفیت مشخصه، جایی که کار کردن بچه ها لایه برداری کردن این خاکا رو، عمقی که پیدا شده مشخصه. تو فصل بهار کار برای ما واقعا سخته، این بارون و برف و اینا اومده نشسته، زمین گل و شله، راه رفتن توش مشکله، لیز خوردن داره، آبرفت هستش، این مینا لیز خورده اومده پایین تر از جاش خارج شده. منطقه بیشتری رو باید کاوش بکنیم، بیایم وسعت بیشتری رو کار بکنیم. اگه عرض میدون ما، عمق میدون ما مثلا 1 متر 2 متر، الان باید بیام تا 50 متر هم کار بکنیم. یه شیبایی داریم که شیبای خیلی تندیه که میره امکان داره تا 50 متر هم بره پایین. اینجا روستای پیرانشاه، بخش مرکزی شهرستان مریوان. الان ما با سفر مرزی اینجا فاصله زیادی نداریم، حدوداً 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر ما فاصله با سفر مرزی داریم. مشاهده میکنید، ببینید الان اینجا این قسمت کنار باغ خونه مسکونی حدوداً 5 متر با نوار مین فاصله داره. الان تقریباً 1 ساعت پیش هم بچه‌ها یه مین پیدا کردن، بچه‌های تخریبچی که تو منطقه مستقرن. خب این مین الان خیلی خطرناکه، رو سطح هم بوده، یه مین هم زیر دستگاه زده. خب این اگه مین رو سطح بوده مردم اینجا تردد بکنن، 100% قطعی پا رو ما اینجا داریم. خب کنار باغ، کنار منزل مسکونی، این همون مواردیه که ما اینجا توی کردستان خیلی زیاد داریم. به دلیل اینکه شیب منطقه، اون آبرف، اون سیلابایی که می اومده مینا رو جابجا کرده، اکثر جام همین جوریه. الان بچه‌ها زحمت کشتن 2 روز اینجا دارن کار میکنن، 4 تیر مین پیدا کردن. این نشون میده که قبلا اینجا پاکسازی شده، ولی به دلیل همون آبرف، به دلیل همون جابجایی مین یا حرکت مین، حالا به دلایل مختلف، این تو این آبرف باعث شده که این مین جا بمونه. حالا ما داریم همینا رو در میاریم. نه دستی معبود، نه چاوی معبود، هیچ گوی نه معبودی. تواوی سینگوشتی همو، پرشکوی کوتو همو خیم بود. دکترها اومدن گفتن دستاش که باید قطع شه حتما. چشمارج یک شهم رفته، یکشون 5% امید داره، 5%. با دوستم چوندر برداشت میکردیم، کار میکردیم. یه چیزی زیر پام بود، منم برداشتم، منفجر شد تو دستم. هیچی نمیدیدم، هر سیاهی میدیدم. سه تا عمل تو دستاش انجام شد، 2 تا عمل تو چشمش، اون چشمش رو از فوراً بستری کردن، پیوندی قرنیه کردن. یه ما تو ICU بود، حالا هم آوردم خونه. هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، فقط مادرش میتونه اون کارهاشو بکنه. اصلاً هیچی نمیگه خودش. اگه هست خو دیبم دم چاوشتی بودش شوم، دینم نانی بدم و دکم، لباسی لی عوض دکم. ردین وشتی بوده تشمو، دی به مدری او دشواری شد. نمای بیرون نرفته، روش نمیشه بره. یه دفعه بردم مهمونی،
اونم اونجا گریه کرد، گفت روم نمیشه غذا بخورم، اصلا هیچی. فورا باید برگردیم، برگشتیم خونه. میخواستم کمک یک باب میکم. اویشار کاری گرفت و خیره ایز نتوانه. نیشدم ایز پولک با پیدا کم، کار بکم و. الان ایش با وعضا او من لیها. والله فقیر الاول او فقیر بو. قصای با قصا دا کرمو. کاروشتی لگل دا کرمو. اگه میوانشتم داد. خاپوشتی بو دادنم و لگلم. سفره دا رازان دا و لگلم. شوانه زور فکر دا کم او. مثلا کم بو عوام. بو عوام لیها. بو خوام لخوام. لدرونی خوام در ناراحتم همیشه. بعد اون چشمش معلوم بشه دیگه. میبینه، نمیبینه، نمیدونم والله. هنوز هیچ آینده ای نداره. فرد اینو داری چیه و؟ والله تریه یا. تریه کنجی چقندی بوده؟ کنجی یا؟ والله دو سال و سه سال دو بلیم دا. پیش اوی که به اصلا اول لی بیاو که ساعت بیتا پیشی او وقت چقندی بوده؟ بله. الان گیشتو تا بر دارکا؟ آره والله. الان پیویتی بری هیت. امنی شر نسومه تا داری لبر فردین. دلم نه بزی بیالم. دلی نایم امنیش نتسم دی نتسمه داری وشتا لگلی. مادرمو از جونم خیلی زیادتر دوست دارم. و نمیخوام هیز ناراحتی ببینه. از جایی که ماشینا و این بیستن ما حداقل باید 500 یک کیلومتری دل کوهستان بیایم با تجهیزات و با پوتین که به محل کاری که بچه‌ها میخوان کار کنن برسیم. اینجا منطقه بروشگانی، شهرستان بانه، استان کردستان، صفر مرزیه. ای آخر مینیه که تو همین مسیر مال رو که بچه نیرو انتظامی مرزبانی از اینجا تردد کردن در آوردیم، کاملا مسلح. مین بعدم هم اونجا اینم جایی که سرباز مرزبانی زمستان سال گذشته روی مین رفت و پاشم قطع شد. برف رو زمین بوده، رو سنگ خواسته بره، پاش لیز خورده، همینجا هم جای انفجاره. اینم یه تیمه که روی مینای ضد نفر پدالی کار میکنن. کارشان واقعا سخته، چون اول باید علف ها رو سطحی ببرن که ماینکس کاملا رو زمین قرار بگیره که بوق رو بخونه. اگر هوا باشه کنن بوق رو نمیخونه و نفر میره رومین. باید علف ها رو با احتیاط کاملا قطع کنن جوری که دستشان به زمین برخورد نکنه که ماینکس کامل رو زمین بخوابه و بوق رو بگیره. از همین برجک اون بالا هست، یه برجک دیگه کاملا درخت و شیب تند. همش هم معبر زدن بچه ها قبلا که بافت میدان بیاد دستشان کلا ضایعاته که کار ما اینجا سخت کرده. اینجا که مشاهده کلن خاک عراق است. این معدوده که میبینی اینجا هم دره شیلر است. اینجا هم دیگه خاک خودمانه. اینی که خاک بیرون بوده توسط عالی یایی کولابرا کلن خونسا شده. چاشنیش هم نیستش کلن همینجور رو خاک بوده. یا اینا این منفجر شده کلن. ماسوره عمل کرده ولی خود مواد ایراد داشته یه منفجر نشده. مواد هم پاشانده ولی منفجر نشده.
روز جامون خیلی شیب داشت، علفش هم جوری به هم چسبیده بود که نمیتونستم راه برم. نوار رو گم کرده بودم، یه شکست خورده بود، مستقیم که مثلا رفته بود شکست خورده بود، گمش کردم. یه دفعه دور زدم از اون ور اومدم، نوار رو پیدا کردم. بعد اولی مینه رو درآوردم، دومی قشنگ مینه رو پیدا کردم. تو نگو این قبلا فشار بهش اومده، سفر رفته فشار رو پاپیونش آورده، پاپیون در رفته، یه تیکش مونده، اندازه یه میل شاید کمتر مونده بود ازش. دورش رو خالی کردم، زامن رو رد کردم. زامن رو رد کردم، خدا وکیلی شاید نیم سانت از جای زامن رد نشده بود. نیم سانت که ازش رد شد، بلندش کردم یه دفعه زد. چون باید بلند که زامن رو پیش بدی که محکمش در نره زامن. زد تو دستم دیگه، خودم گفتم دیگه تمام شده. خلاصه سالم در رفتیم از این قضیه. نوار گوجه‌ای به صورت زیگزاگ در هم ادغام شده بودن کار می‌کردیم. یه دونه از مینا گم شده بود. منم رفتم یه زد خود رو در آوردم، پیدا کردم. ساعت 10:30 بود، تشنمون رفتیم آب بخوریم. آبو که گرفتیم سر کشیم آب خوردیم. قدم بر نداشته رفتم رو آب. دیدم صدای انفجارم احساس نکردم. فقط خاک و اینا رفت تو سرم. خودم زمین تقریبا 5 ثانیه طول نکشید درد پام شروع شد. دردش هم مثل طوری بود انگار یکی با چکش میزد رو پام. یه امدادگر اومدن پوتین از پام داره بردن، ولی با پوتین دیگه نمونده بود. این کفش کامل با این که همش زده مین آهن داره همه چیز داره نمونده بود، فقط این ذره مونده بود. این ذره که در اومد دیگه پام داره برد، نگاه پام کرد گفت پات چی شده. گفتم قطع شده. من نگاش نکردم، گفتم قطع شده. گفت نه به خدا قد نشده. گفتم نه دروغ میگه، پام قد شده. پامو اوورد بالا گفت ببین نگاه کن. برشش کم بود، خون کم می اومد، ولی سری باد کرد. خون که جمع شد سری باد کرد و منو با آمبولانس انتقال دادن دهلالا. اینجا یال بولفت قرار گرفته، این مرکزیت بولفت. پرچم‌های آبی که رنگ شده همشون مین بوده. اون یه قسمت پایین هم مین بوده، قسمت ارتفاع مین بوده و اون قسمت بالا هم مینه. اینجا 3 تا میدونه که به هم دیگه ادغام شده. این منطقه چون یه منطقه استراتژیکی و خیلی حساس بوده برای عراق و مخصوصا ایران، چون اگه عراق تو یال دوپازه قرار میگیره موشه بود به شهر سردشت و بانو اینا خیلی میتونست تحت پوشش آتیش قرار بگیره. و اینجا چندین بار داد و ستد شده. به خاطر داد و ستد شدن عراق چندین بار مین کاشته، ایران چندین بار مین کاشته، که بیشتر این مینا مخصوص خاک عراقه که والمر و عرض بزرگ شما گوجه ای و انواع اقسام مینا رو داشته. خوشبختانه یه طرف از طرف جراح اون رو پاکسازی کردیم، افتادیم اینجا این پاک بشه. به امید خدا میریم رو پله بعدی. و اینجا متاسفانه انقدر تراکم مین بالاست، هم فرسایش خاک داره، هم اینجا کوله برایی که رفت آمد کردن مینا رو جابجا کردن، یه خورده سردرگمه. این کشفیات از روز شنبه مونه و داشتیم ما تو خود این مناطق یک متر زیر خاک مین در بردیم. پریروز بود داشتیم کار میکردیم با یکی از این بچه ها، رفتیم پشت یال بولفت، جایی که الان از دیگه 4 سال ما تردد میکنیم از اونجا رفتیم. و خلاصه یکی از بچه ها رو گذاشتیم تو شیار برای کاوش که ببینیم به چیز مشکوکی بر میخوره یا نه. بدون مینه امشوزه برخورد کردیم که
بعد از 10 دقیقه دیگه بابای دختری به اسم زیبا کوچیک بود 7 ساله کمک و یه مین اینجا داد. رفتیم یه دونه مینه گوجه لای گونه که این دختر بچه رفته بود کتیرا بچینه، این مینو دیده بود زیر بوته و خدا رو شکر دست نزده بود. آقا دیرم کتیرا دکی امیش چند دیگه بود الیره بود به ببینم بود. گفت من مین پیدا کردم. گفتم مین کجاست؟ گفتم اینجاست. نشته که این دنده بونه امیشی خطری میمی بود مثل یه تماته بود الیره بود. اگه دستش بیش میزد هم اینجا یعنی شهید میشد یعنی دستش رو قطع میشد دیگه. این مین خطرناکه. 3 سال ما داریم میاییم اینجا، 3 سال واسه دمداری هم میاییم اینجا مرتعمونه. اگه بیانی حمام پیکر دو دکل من دالان روی توسط قبره همیشه نانم دکه بری کم نان کربو بری کم نان مابو تن بری کم هرکه دو تسان لینه چایی بخوین دو اگه میمکه تقی حالم هوا همیشه برای حالم اپی خواستی هوا بر هر چقدر اینی خودم تیر چیز میکرم برم برسم بهش جور حد نداشتم، پاهم نمی رفته. دیدم بعد که رفتم اونجا همون روبروی خونه خودمان که رفتم بالای دست یه نفر بود خلاصه گفتم به دست من بده، گفت نه به دست تو نمیدم. ندادم گلیدیم خلاصه گذاشتن داخل ماشین بردیم بیمارستان. 7 سال داشتم اون موقع، با بچه ها داشتیم بازی میکردیم 20 نفر، فقط من دیگه رفتم رومین. بعد دیدم که پاهم مثلا قد شده نصفش مونده که کلان قطع بشه. اون موقع هیچ دردی رو نداشتم چون یه جورایی شوکه شده بودم. بعدم دیگه اومد رفتیم بیمارستان بیهوش شده بودم، وقتی بیدار شدم ندونستم که پام مثلا قطع شده. وقتی اومدم مثلا بالا سر مامانم بود، بابام بود، همه دیگه گریه کردن و این چیزا، اون موقع فهمیدم که پام اینجوری شده. گفتن اگه قطع نکنیم کل پاتون رو از دست میدین. بعد اول که اینجا رو قطع کرده بودم، بعدم این قطع رو قطع کردن، حالا دیگه اومده اینجا. یعنی پام تا اینجا الان قطعه. میونه بچه ها میگفتن دیگه این یه پاشو نداره، اصلا باش بازی نمی کنیم و اینجور چیزا. تا سن نوجوانی که رسیدم دیگه همین چیزا داشتم. مثلا تو مدرسه زیاد بچه ها با هم بازی نمی کردن. این میگفتن وا این چی شده، خلاصه به یه جور حقارت نگاه میکردن. بخوام مثلا توی جایی کاری انجام بدم میگفتن نه دیگه تو از پسش بر نمیای چون تو یه پاتو از دست دادی. واسه همینم شد دیگه درسمو نتونستم ادامه بدم. یعنی همین چیزا رو میشنیدم واقعا نتونستم دیگه ادامه تحصیل بدم. یک لحظه قد قدم رو بیرنات ایه تامردنی قدم رو بیرنات ایه تامردنی چون لکنم صاف و سلامتی روی هیچ مشکلی نبو حمام یک لباس جانم دبر کرد. یعنی این عکسش اون زمانم خلاص از بچه‌های دیگرم بیشتر دوستش داشتم. شکر صد زارکی ببینم پیم به دنیا هی هر یک ساعتی ده قلم ده سر صفر ایدانش یا پیم به ایرانی هی.
اینک تو بردار از زن چونه تو بالا رو نگاه کنی بالا بالا رو به رو مستقیم خب خیلی خوبه خدا رو شکر خیلی خوبه کامل که نه چون آسیب دیده دیگه اثر هم گذاشته هم روی قرنیت هم روی شبکیتون خب ولی باید صبر کنیم به مرور بعد از اینکه لنز رو گذاشتیم بهت بگیم که تا چند درصد دید پیدا میکنه گاهی اوقات این مریضایی که ما داریم تا 70% 80% دیدشون رو پیدا میکنن ولی 100% خیلی بعیده که 100% پیدا کنه ولی 70-80% انشالله پیدا میکنه قبلش 10% دید داشتی الان پیوند زدیم 30-40% دید پیدا کرد در آینده انشالله براتون لنز بذاریم 70-80% دید پیدا کنید خیلی زیاد خوشحال شدم دکترهای دیگه اول 10% برای دید چشمم زده بودن ولی الان 40% هست الان دکترم هم گفت اگه لنزشو براش بذاریم 70% میبینید من خیلی خوشحال شدم این کده برام کافیه دید داشته باشم سر سر میگیرم واسه خونه دروز میکنم سر و سامان بهش میدم همیشو دیگه باید بره زندگی خودشو بکنی دیگه میری فرضی چه بگم According to Landmine and Cluster Munitions Monitor, unexploded ordnance from wars around the world killed one person every hour.